در ادامه ویدیوی قبلی، توی این ویدیو میخوام به مرگ رابطه بپردازیم. ببینید، هر کدوم از مواردی که اشاره کردیم و یا موارد دیگه‌ای مثل اینکه متعهد نباشیم، حتی اگه ازدواج نکردیم، تعهد ما بخشی هست از رابطمون. ما زمانی که توی رابطه هستیم باید متعهد باشیم به اون رابطه، چه از نظر جسمانی، چه از نظر فیزیکی، چه از نظر احساسی. و اگر نیستیم بهش نگاه کنیم که چرا نیستیم. شاید کمبودی هست که میتونیم اون رو بیاریم توی رابطه‌مون و صحبت کنیم در موردش و بگیم این کمبود باعث میشه که من ذهنم بره جای دیگه، چه کاری میتونیم براش بکنیم و همزمان روی رشد خودمون کار کنیم. شاید هرگز اون کمبود رو نتونیم توی رابطه جبران کنیم. آیا این ما رو مجاز میکنه به اینکه بریم خیانت کنیم یا بریم جای دیگه؟ بهش نگاه کنیم ببینیم که چطوری میتونیم روی رشد خودمون کار کنیم. اگر چیزی توی رابطه کم هست، من چه کاری میتونم بکنم که رابطم سازنده تر باشه و با تمامیت بیشتری پیش بره و بتونم بهش توجه بیشتری رو بدم و عشق بیشتری رو به رابطم بدم. این اونجاییه که باعث رشد شخصی من هم میشه، آگاه شدن به این که چه چیزی توی رابطه من کمه. و در نهایت وقتی که مشکل رو توی رابطه حل شد، حل کردیم و یا خودم رشد کردم، نگاه هم به رابطه متفاوت میشه. رابطه یک خانواده کوچیکی هست که ما تصمیم میگیریم تشکیلش بدیم. آیا قرار هست که این رابطه رو نصف کاره رها کنیم و بریم، یعنی بچه‌ای که به دنیا آمده رو بگیم اوکی دیگه خسته شدم از این بچه، میخوام بذارم و برم؟ قطعا نه. ولی اگه یه موقعی رابطه ما به مرگ رسید، اون موقع دیگه این متافور بچه صدق نمی کنه. این فرزندی که از ما متولد شد مرده و باید توجه کنیم. رابطه توجه می خواد، عشق می خواد، آبیاری مداوم می خواد، نور مداوم می خواد. نور رابطتون چه چیزی هست؟ برای خودتون مشخصش بکنید. بشینیم با هم مکالمه داشته باشین. مکالمه کردن خودش، مکالمه دو نفری کردن بین دو تا یار، خودش بیشترین کمک رو به ما میکنه که رابطمون رو زنده نگه داریم و رو به رشد نگه داریم. چه چیزی رو میخوایم تو رابطمون ایجاد بکنیم، اون رو بریم و ببینیم و براش کاری انجام بدیم. در غیر این صورت دوباره رابطمون رو به خطر میندازیم. خب حالا نشستیم، صحبت کردیم، همه این کارا رو کردیم، چه چیزهای دیگه‌ای میتونیم اضافه کنیم به رابطمون که زنده بمونه؟ کارهای تازه رو تجربه کنیم، هیجان به رابطمون اضافه کنیم، بازیگوشی‌های کودکانه رو به رابطمون اضافه کنیم، شاد باشیم. ما گاهی اوقات یک چهارچوبی رو برای رابطمون در نظر میگیریم و هر چیزی از این چهارچوب این طرفتر یا اون طرفتر بره میگیم نه خوب نیست. ببینیم این چهارچوب از کجا میاد. اگر از جزو اون افکار خشکی هست که ما داریم، براش کاری بکنیم. میتونیم از نظر شناختی و از نظر فکری به یک انعطاف پذیری بیشتری برسیم. بیایم براش کاری بکنیم و به خودمون اجازه بدیم که چیزهای تازه رو تو رابطمون تجربه کنیم. تو یکی دیگه از ویدیوها در مورد افکار خشک صحبت کردیم که لطفاً به اون هم مراجعه کنید و ببینید که چه کمکی میتونه توی رابطه به شما بکنه. اما اگر تمام این کارهایی که کردیم، گفتیم رو انجام دادیم، ولی متاسفانه رابطمون به مشکل برخورد، اون وقت چی؟ نگاه کنیم ببینیم که سهم من توی این قضیه چیه. شاید من مشکلی دارم که دارم توی این رابطه این مشکل رو ایجاد میکنم. و اگر هر دو طرف به این قضیه نگاه کنن، من چه مشکلی دارم و او هم فکر کنه که من چه مشکلی دارم، هر دو میتونن با هم دیگه کمک کنن به اینکه رابطه رو در سلامت نگه دارن. در غیر این صورت این رابطه میتونه به مرگ خودش برسه و زمانی که به مرگ خودش رسید، اون زمان معمولا زمانی که ما فکر میکنیم او برم بیشه یه مشاور، احتمالا کمک میکنه بهتون. ولی لطفا نذارید که این نوزاد که اسمش رابطه است روی تخت احتضار بیفته و بعد بخواییم براش کاری بکنید. از دید من برای رابطه یک مشاوره دائمی لازم هست و ضروریه.
یعنی ما باید مداوم حتی اگر رابطه خوبی داریم مشاور رو ببینیم، چون یک چیزهایی توی رابطه ما اتفاق میفته که ما متاسفانه نسبت بهش آگاه نیستیم. شاید توی همون مراحل اولی اگر بهش رسیدگی بشه بتونیم جلوش رو بگیریم. خواهش میکنم به مشاور اطمینان کنید و بریم پیش مشاورهایی که مناسب هستن برای انجام این کارها. و اگر رابطتون خیلی خوبه، که امیدوارم همه رابطهاتون اینطوری باشه، حداقل ماهی یه بار مشاوره کاپل تراپیتون رو برین و زوج درمانیتون رو برین، برای اینکه بتونید دائما رابطتون رو خوب نگه دارید. حتی اگر خودتون مشاور هستید این کار رو بکنید، چون گاهی اوقات ما وقتی در جریان موج هستیم، در جریان رودخونه هستیم، شدت موج رو و شدت جریان رو نمیبینیم و وقتی از بیرون نگاه میکنیم بهش میبینیم و شاید خیلی زود بتونیم جلوی خیلی از اتفاقها رو بگیریم. در نتیجه برای اینکه رابطه ما زنده بمونه، مرتب به خودمون تعهد بدیم که چک کنیم ببینیم که چطوری میتونیم بهترش کنیم. اگر نمیتونید ماهیانه بریم پیش یک مشاور، هر فصلی یه بار برین، حداقل هر دو ماه یه باری برین. نمیتونید سالی یه باری برین، ولی لطفاً برین، رابطه نیازمند توجهه. نه بچه‌تون رو شما میبرید مرتب پیش یه پزشک برای اینکه چکش کنه چیزی نباشه، حتی اگه حالش خوب هست میبرینش برای چکاپ. در نتیجه رابطه ای ما فرزند ماست و باید این کار رو باهاش بکنیم و برای چکاپ ببریمش پیش پزشک متخصصش که مشاور و کپل تراپیست هست یا زوج درمانگر هست. با توجه به همه اینها امیدوارم که رابطتون رو خیلی محکم و محفوظ نگه دارید. ولی باز به بحث رابطه میپردازیم و اگر رابطه های شما در جایی هست که نیازمند توجهه، لطفا براش کاری بکنید. اگر جایی هست که در شروع رابطه هستیم و خیلی خوبه، لطفا به کلاس هایی که مخصوص زوج ها هست برین، پیش مشاور برین، کتاب های مربوطه رو بخونید، تو سمینارهای مربوطه شرکت کنید و با جلو رفتن و پیشرفت چیزهای تکنولوژی میتونید ویدیوهای مختلف رو ببینید و دائم رابطتون رو روبه روش نگه داریم. یادمون باشه که دو نفر خیلی از اوقات کارهایی رو میکنن که دارن برای رابطه انجام میدن، نه برای هم دیگه. در اینجا منتی روی هم نداشته باشیم. ما برای حفظ رابطمون خیلی کارها رو انجام میدیم و باید انجام بدیم و خوب هست که انجام بدیم و میتونیم انجام بدیم که رابطمون رو محفوظ نگه داریم. و برای اینکه رابطمون رو حفظ کنیم و ازش مراقبت کنیم، توجه بیشتر رو باید بهش بدیم. رابطه ما باید جزء اولین اولویت هامون باشه، نه اینکه بعد از کارم، بعد از ورزشم، بعد از همه این چیزا بخوام بگم اوکی اگه وقتی هم اضافه اومد بذارم برای یارم. یارم باید اولویتم باشه. ولی آیا تنها چیزی هست که باید باشه؟ توی ویدیوی سوم همین مجموعه باز پاسخ این سوال رو میدیم خدمتتون.